در یکی دیگر از روزهای تابستان ما برای شام ایرانی خودمان به رستوران نعنا در حوالی زردبند که متعلق به اشکان خطیبی بود رفتیم. اشکان به دلیل گرفتاریش در رستوران تازه تأسیسش از ما خواست که در اونجا از مهمانانش پذیرایی کنه و ما قبول کردیم، اگرچه قاعده این نبود. کوفته تبریزیش هم خیلی خوبه. ماهیش هم بیشتر دوست دارم. کوفته تبریزی در واقع مثل یه ابنیه تاریخی میمونه. بله بله. فقط اینجوری گونه است. بعضیش میریزه این ابنیه تاریخی. آره اونا که نه. نه این نمیریزه. مال ایشون نمیریزه. چی؟ کوفته ایشون نمیریزه. کوفته کی؟ کوفته آقای اشکان خطیبی. منوی غذای اشکان خطیبی برای امشب: سوپ سرد، کشک و بادمجان، سالاد اشکان. سوپ سرد، کشک و بادمجان، کشک و بادمجان خودمون و سالاد اشکان. اولین مهمان سروش صحت. ها این کیه که سالاد مخصوص خودشو داره؟ دومین مهمان رامبد جوان. یه آدمی مثل خودت. کی مثل منه؟ هیچ کس امکان نداره. سالاد اشکان اسمشه؟ اسمشو رو سالاد گذاشته؟ سالاد اشکان. و سومین مهمان مهدی پاکدل. سوپ سرد؟ سوپ پخته گذاشته سرد شده. سوپیه که سرد شده و سوپ هم سردش خوبه هم گرمش خوبه. سوپ سرد، کشک و بادنجون هم که هر چیزی آی با یه رنگ توش بادنجون باشه دیگه عالی میشه دیگه. مادر من، عمه من، خاله من، دختر خاله من، دختر عمه من، حتی شوهر عمه من، همه اینا اینو میپزن. کاری نداره کشک و بادنجون. مرغ شکم پر، ماهی شکم پر، کباب ترش و ماهی قزلالای تنوری. این ویژگیش اینه که شکم هر چی گیر آورده پر کرده شده غذا. بابا ولمون کنی. این منوی ذره به نظرم نامردیه. چهار مدل غذا میخواد چیکار کنه؟ میخواد اول شه به پول نیاز داره؟ چجوریه؟ خب منی که آشپزیم خوب نیست، چجوری با کسی که میخواد مرغ شکم پر، ماهی شکم پر، کباب ترش و ماهی قزلالای تنوری درست کنه، من چجوری قراره با این رقابت کنم؟ اصلا آشپزه؟ اصلا فکر کنم فقط آشپزه نه؟ واقعا بازیگره، چون فکر کنم ایشون شغل اصلیش آشپزیه. نقول میدم بازیگر. این کدوم بازیگره وقت کرده که هم بازی بکنه هم اینم غذا یاد بگیره؟ دسر برفی. حتما چون تابستونه دوست داره برفی باشه. خنک. آخه این چه دسریه؟ دسر برفی. یه مرد این همه غذا داره برای چی درست میکنه؟ سوپ سرد، کشک بادنجون، سالاد اشکان، دسر برف. نه من به این تصمیمو گرفتم. نخورده این نمرش یکی. کیه این؟ این برای یه هفته پیکنیکه. بری شمال. برای منی که آشپزی بلد نیستم بعد جوری داره بهم فشار میاد. اینجا هم گرفته. فشار میاد یا ترسه یا حسادت و ترس و کینه دارم به این میبرزم. یعنی بلافاصله کینه مندم شدی. آره الان من سرشار از حسد و کینه. اون کیه؟ رامبوت نمیتونه. یه دونه، دو تا، لاکردار، سه تا، چهار تا، حتی پیش غذاهاش هم غذاست. یه هم شوخی کرده با من شاید. خوشم نمیاد. اعصابم خورده. چرا اینقدر عصبی شدی؟ نه من مثل محمد علی کلی دارم انرژی میبرم بالا که بگم هیچی نیستی، هیچی نیستی، تو هیچی نیستی، هیچ کدومتون. اما رامبد جوان به هزار و یک دلیل که ما یکیش را هم قبول نداشتیم ما را قانع کرد که در آشپزی اشکان حضور داشته باشند. یه شرط. چی؟ یه شرط. شما دست به هیچی نمیزنی، صحبت نمی کنی، در آشپزی دخالت نمی کنی. کو الان آقای بیرنگ؟ خدای نکرد. الان اونه.
اونها. اینه؟ آره. نه اونه اونا. نه نه اون شبیهشه. جدی میگی؟ آره آره. خب چی شد؟ درست که دقت کنی میبینیم اونجا نشست. آقای رامبد جان. بله. یه بار دیگه. شما دست به چیزی نمیزنی؟ دست به چیزی نمیزنم. رفت اون ور. آره. حرف نمیزنی، راهنمایی نمیکنی، هیچ کار نمیکنی تا اشکان کار خودشو. باشه بفرمایید. کلا بده. یه دونه از اینا داریم. اون چیه؟ یه دونه از اونا. قشنگ بده. نه 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 اونا چیه شبیه باند نبود؟ باند نیست این واقعا خوبه برای اینه دوست دارم شبیه نیرو دریایی ها میشم. ببین اینجا اگه میخوایم موتنریزه اینو باید بذاری. ببین نه آه سرگرد مثله. خیلی خوب. ببین عزیزم یه چیزی که اول باید راجبه باش پس یاد بگیری انا شبیه مگز شد چاقو خب یار صمیمی یار وفادار تو آره. خب اینو یادت الان میخوای چی درست کنی اش آخرشو سوال نکنم بیشم ببخشید عذر میخوام شما سوالی سر بزنید سوال هم نمیتونه بپرسه سوال بکنم یه سوال میتونی یه سوال چی میخوای درست کنی راحت تر بود و این میپرسید چی نمیخوای درست کنی او انقدر این بادام جونامه برای گفته دست نزن ولی چرا بامزه رامبو حرف نزن آخه نگاه کن چه جوری درست کردی خب اینو فش فش می‌کنی اینا هم وسایل سس کجا رو داری نگاه می‌کنی دارم محلی که تو گفتی کبابی می‌کنی رو نگاه می‌کنم خب بعد این مال سس ماهی و مرغمه مرغ شکم پر و ماهی شکم پر فعلا ایناست این سبزی مال چیه مال سس مرغ شکم پره آقای جواد دست نزن چرا آخه الان باید یهو سر کلش پیدا بشه اینا نمیفهمم حواسم باید به آشپزیم باشه باشه حواست به آشپزیم باشه خب سبزی رو خرد بکنیم آره آره دیگه این چیه این ربع انار ترش شیرین خب این الان همه اینا برای ماهی شکم بود بله چشات چرا نمی‌سوزه؟ چقدر خاصی تو چشات نمی‌سوزه؟ چرا چشات نمی‌سوزه؟ نمی‌دونم انقدر دیگه هی مرسی ببینم جدا چرا نمی‌سوزی؟ چرا باید بسوزه؟ یه راهی داره برای جلوگیری از سوزش الان دقیقا داخل اینا چیه؟ این شد بعد بگم حتما؟ بله گفتم الان تمام شد دیگه مرسی این توش پودر گردو و جعفری و یه نوع ربع انار پیاز رنده شده و در پایانم من البته توی چیزای مرغه یه سری چیزای دیگه هم اضافه میکنم مثل آلو مثلا خب حالا وقت اینه که مرغمو در بیارم و بیارم خورش کنم برنج در آخر برنج اضافه میکنیم بهش اشکان یه ذره خونسرد باش خونسرد باش با تو نیستم با اشکانم اشکان با تو بله متوجه شدم میگن خونسرد باش آره واقعا خونسرد باش منم همین نظره دارم حواست رو جمع کن رام باری جمع خب این قزلالا خیر این ماهی سفید دریای خزره جدی؟ بله من الان توشو پر میکنم نمیگفتی هم معلوم بود گفتم که حالا شاید مثلا دوربین نمیبینه این رو نه اونها شاید دوربین. فوکوس گرفتی دوباره نه دوربین داره میبینه خب فقط این یکم کار داره من دستامو میشورم که بیام اینو بدوزمش میرم ببینم این کار درست انجام میده یا نه من به بهداشتش اطمینان ندارم
ای برگشت. با این سرعت نمیدونم واقعا میشه دستشو سیاره. بله. خب. نخ و سوزن. جدی میگی؟ بله. میشه جوراب منم بعدش بدیست؟ فقط میخوام چیز کنم، یکیشو سرخ میخوام بکنم، یکیشو میخوام تنوری کنم، یعنی تو فر بذارمش. خب یاد بگیر. خیلی خوب باشه دیگه، ده دفعه. چقدر کار عجیبیه این. چرا این کارو میکنی؟ دیوونه هست. الان متوجه میشه. مردم سیب پوست میکنن، این اینجوری میکنن. آه، دیدی؟ منم میخوام این درست کنم. بیا. مال خودم دوستم. مال خودتو درست. از این حرکتت خوش آمد. خب الان باید چیکار کنیم؟ آه منتظر میمونیم تا راه بودم رو بسیم. یه بوس بده. خب یه ذره زشته، فقط همین. بعدم مگه به زیباییه؟ این اصلا فقط مال زیباییه، به مزه است. این مال بشقاب، این مال آرایش بشقابه. این دیگه موش شده. بعد بریم اون بر. رام بود؟ بله. کجایی؟ اینجا. چی میخوردی؟ چی میخوردی؟ چی میخوردی؟ غذا. چی؟ چه غذایی؟ نون. چرا نون؟ بمیرم. تو رستوران رفیقت اومدی، چرا غذا نمیخوری؟ نون برام کافیه. بهت گفتم که قدری ماندی مرا بس است. قیافش فقط بده ها، اگر نه میدونم خیلی هم خوبه. تا از کجا میدونم دارم راجع چی حرف میزنم؟ من صدش کن بادم جونا رو. بعد چی کار میکنیم؟ من بادم جونا رو ساتوری میکنم، ولی معمولا میکوبن اهالی شمال، یعنی با یه چیزی مثل گوشکوب مثلا تصور کنید میکوبن اینا رو، ولی من ساتوریش میکنم، کم باحال تره. خب و اینه، برای این دوناشو میگیریم، برای اینکه تلخ میکنه. و بعد ساتوریش میکنم. آفرین به این حرکت.
راسته گوساله است. برای کباب ترش فقط راسته گوساله میشه استفاده کرد که من اضافاتش رو الان میگیرم. به دلیل اینکه ربع انار داره توی کباب ترش و این ربع انار باعث میشه که گوشت خیلی خیلی نرم بشه، بنابراین گوشت گوساله رو که سفت‌تر انتخابش میکنه. خب حالا اینا رو چیکار میکنیم؟ اینا رو توی سسش که درست کردم میریزم. سسش چی هست؟ خیلی شبیه به سسی که باش توی ماهی شکمپور یا مرغ شکمپور رو پر میکنن، با این تفاوت که سبزی توش نداره و یک کم هم رو بنارش بیشتره، بدن این که گردوش اگر زیاد باشه وقتی داری روی اجاق میپزیش گردوشون خیلی زود میسوزه، برای همین طبیعیه که چیز باشه. من اینو توی این میذارم که بمونه که گوشت نرم بشه، میذارمش توی یخچال تا موقع که بخوام به سیخ بکشمشو آمادش بکنم برای پخت. موفق باشی. مطمئنم همه شون در درجه خواهند بود، مخصوصا این. امیدوارم. بی مرسی اومدی بازم برمه دارم سر بزن. دلم برای تنگ میشه. ببینم ایت بیجان. خداحافظ. خداحافظ. بده واقعا رو پوشمو بده. کجا داری میبینم؟ من همینجوری میخوام برم. مشکلیه؟ نه خیلی خوبه. بده یه تمیزشو بده بدم. کلاه رو ولی میذاشتی بد نبود. خدافظ. باور کن. خدافظ. چی؟ نمیخوام. خب من به صورت رسمی و علنی غذاهام فکر می‌کنم تموم شد. غیر از قزل‌آلا که اونم کاری نداره، یه سس زعفرونی داره که همون لحظه آخر درست میشه. میریم برای سالاد هم همینطور خیلی ساده است. یه دونه چیز فقط ویژه داره که اونم همون موقع سرو درستش می‌کنم. دیگه تموم تا دسر. شیر رو می‌ریزیم توی یه ظرفی. آروم حرارتش میدیم. کم کم شیر خشک رو بهش اضافه می‌کنیم. ۱۵۰ گرم کره میخوایم چون اینو نمیشه تو پیمانه ریخت. 1¼ پیمانه شکر میخوایم. پودر نارگیل میخوایم. 1 پیمانه. اینجاست که باید دوتا دست دماغ با کار بیفته. هم اینو هم بزنیم هم اینو هم بزنیم. چون هم اون خیلی زود ته میگیره، همین خیلی زود سفت میشه و به هم میریزم. بگذار من بیارم. مرسی. من اینو برم بزنم. عالی. فقط نباید ته بگیره که سیاه بشه دیگه. یه دستگیر باید بیارم. الان میام. باش شما بیارم. من اینم به هم میزنم. من به هم میزنم فقط. کمک نمیکنم. بعد. باید به هم بخوره؟ بله. آشپزی نظر شخصی من اینه که لذتشه فقط. یعنی من خیلی وقتی آشپزی میکنم اصلا غذا نمیخورم فقط. من یه چیز دیگه هم میگم. میگم آدم هایی که هم دیگر رو دوست دارن با هم آشپزی میکنن یه جوری رومنسه، یه جوری عشق توشه. عاشقانه است. آره عاشقانه. کار عاشقانه. بیام؟ بیا بیا. پودر نارگیل. پودر نارگیل هم قطعی میکنی. ته پذیرایی، ته هر چیزی که هست، اون چیز که میبونه اون مودت و دوستیه که بین آدم ها. دقیقا. این بچه هیجان انگیزش رو سفت شد. من یه کوچولو بهتون شیر اضافه میکنم، نگران نباشید. مرسی. خب این تموم میشه در واقع توی مرحله؟ بله. تمومه؟ بله. خب همه آخر رو بزنم؟ بیا اینو من میسپارم دست تو. مرسی. من رفتم. خدافظ. مرسی. هرچی نازکتر باشه خوردنش راحت‌تره. بدن این که گفتم یکم شیرینه. ما میبریم اینو یه چیز تمیزش، بنابراین دورش مهم نیست، فقط میره توی
یخچال الان زوده، یه 10 دقیقه میمونه، یه کم که خنک شد و مرسی مامان که اینو بهم گفتی. و بعد اشکان درباره مادرش با ما صحبت کرد که آشپزی را از او آموخته بود، همچنان که زندگی کردن را. بعد گفت کلمه مادر همانقدر که برایش چون عسل شیرین است، با خود تلخی همراه دارد که از دوریش نشأت می‌گیرد. نگران بودم که رقبام کیان، الان دیگه مطمئنم اولا. سلام. اولی؟ نه یا سلام قربونت برم من خوبی؟ دادت بشم اینجا ماله کیه؟ سلام علیکم اینجا ماله یه سلام علیکم آقا سر تفلکیه تو میدونی؟ کوچولی رو درست کرده من آره میدونم آره آی سرش بفرمو نماله آی سر آی سر آی سر آی سر بفرمو 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 ولی من اوله فرمون نزدم جدی؟ نه بابا اینجا امنه اینجا امنه نگهبان داره بیا بیا تو این تفلکی که صاحب این رستورانت کوچیکه کیه؟ سلام میبینی چند کوچیکه؟ آره بخیام تازه قوطی که بیتیم آره نگیم تفلکی چه مهم سن سالمونه یو آقای انتظامیه مثلا تفلکی؟ آشکان خطیبی سالات اشکان اشکان آشنه من کردم سلاده با عشق چشم چرا نگفتی؟ سوت میزنه بسمان اینجا رستوران توه؟ نگفته که اومده اینجا نه؟ نه نگفت اومده؟ ای زدی با بگیم حالتون چطوره؟ مبارک باشه مبارک باشه ولی با این که واقعا انصاف نیستانی مبارک باشه ما با یک رستوران قراره بجنگیم رستوران نعنا نه اندازه بریم 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 کجا بشین هر چی دوست دارین میزبانی کن برام چیستر میزبانی کن برو برام منوش چی بود سالاد اشکان چرا این سوتی رو داد یک عالمه تور غذا یک خودت زده بودی نه من گفتم سالاد واسه شش وقتی دیدم صاحب اینجا اشکانه خب خیلی خوشحال شدم از اینکه یکی از دوستام همکارام یه همچین جایی داره که انقدر خوش سلیقه ساخته شده انقدر زیباست انقدر احساس آرامش داره آدم توش امیدوارم همیشه چرخش برش به چرخه خوش باشه اینجا کیف کرد به هر حال چیزی که هم جذابش میکنه هم سوال ایجاد میکنه توی ذهن و هم توی رأی دادن کار رو مشکل میکنه همین رقابت با یک رستورانه به خاطر اینکه ماها تو خونه هامون امکانات یه رستوران نداریم یعنی اینکه گاز خونه ما، یخچال خونه ما، ظرف و ظروف خونه ما، مساحت خونه و آشپزخونه ما، کارد و چنگال و نمیدونم کفگیر و دیگ و ملاقه ما در حد یه رستوران نیست این کار سخت میکنه و نابرابر میکنه آره در مورد داشتن رستوران که من شرایط بهتری داشتم برای شرکت تو این رقابت قبول دارم چی بگم ولی اینکه بده یا خوبه رو نمیدونم من فقط دوست داشتم یه جور ویژه‌ای از مهمونایی که قرار بیان پذیرایی کنم بنابراین داشتم برای من خیلی چون رقابت نیست معلوم میشه دیگه نمره بهم میدن من تصمیم گرفتم اگه بهترین غذای عالم رو به عابده نبود اول بشه چون این رقابت نابرابر چیه؟ با یه رستوران داریم رقابت تو نه این رقابت از این رو راست میگه دیگه راست میگه دیگه من از تو یه خواهشی دارم اونم اینه که اگر که واقعا میخواید در شرایط برابری رقابت خوب. کنیم باید رامبوت سر آشپزی شما هم باشه نه رامبوت بیاد نه یا تو بهتر اومده اصلا این نمیشه اومده کمک کرده به هیچه واقعا آقای بیرنگ بله بله از همین لحظه اشکان از دایره رقابت کنار آخه چرا
ولی خاطر اینکه این درست نیست. چرا ما باید با یه امکانات امکانات فضا خودش آشپزی کرده 800 مدل چیز داره. فقط بلد بوده که رستوران زده. نه ولی اینکه الان تو آشپزی ابزار لازم داره، ابزار داره، ابزار. بله. آقا اون بغل اینقدی 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 اینا مهم نیست بازم. ببین آشپزخونه چند بازه کل اینجاست. آشپزخونه تو چقدره؟ نه آشپز اندازه میز. چیه؟ اندازه میز. آقا اینا بازم مهم نیست. دو تا سر آشپزات وایسادن اونجا. کی وایساد بغل دست من؟ بگو بگو همش دیگه بگم بودن جانم همش کار خودشون رو تو درست کردی خودشون کار توئه داشا یعنی چی کار مگه برای خودشون کار داشته آقا جون اشکا خودش درست کرده زحمت کشیده همه این اصلا همین که این رستوران داری تو نباید دیگه اول بشه آره تموم شد تموم شد باشه چیکار تو خودت میدونی الان چه برنجی برنج مرغوبه علیه تو چه برنجی برنج مرغوبه من الان کنم تبلیغ نمیشه بگم بگید 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 تارم دومسیا تارم دومسیا مارک نیست که حالا مثلا میگی که یه گونه برنجه باری کلا نه نیزم و نه تارم دومسیا ولی یه لمی داره پختنش که اون لمی نمیشه بهمون بگو چون اون در نمیاد توی نمیشه بگو نمیشه بگو بهمون میگم اگه راست میگی نه ولی مبارک باشه خیلی مبارک بگم آره نه رستورانش که مبارکه ان شاءالله چرخش به چرخ ان شاءالله همه چی عالی باشه ان شاءالله معروف ولی رو بده رستوران ننا ولی ولی با توی این مسابقه نمیتونی شرکت کنی من اصلا تو برنده بشی ما جواب بیننده ها رو باید چی بدیم اجازه بدید بیننده ها خودشون در موردش قضاوت کنن بیننده های عزیز من آقای بیرنگ اجازه بدین آقای بیرنگ عزیز اجازه بدین آقای بیرنگ آقای بیرنگ اینجا من میخوام با دونی با بیننده ها صحبت کنم نمیخوام با آقای بیرنگ صحبت کنم این آدمی که کلا آقای بیرنگ مگه میشه با بیننده ها اگر میشه خب منم با این دوربین حرف میزنم شما خودتون الان شما به عنوان تصور بکنید اومدید هزار تا کار دارید یه هایی آدم مثل رامبو کلم میشه میاد توی آشپزخونه همه چی رو به هم دیگه میریزه میپاشه گشنمونه و اینکه اصلا چهار جور غذا بذار بره بیا من مجبور شدم چهار جور غذا یعنی چی اصلا باید تو قطع کنیم اینو گذاشتم که چیز بره اصلا چهار مدل غذا خود به خود یعنی هست این که خوشمزه است حالا بذاریم ببینیم تو مال خودت مگه چند تایه ببین من یه چیزی میخوام بگم شماها قضاوت کنید آقای بیرنگ شما قضاوت کنید اصلا همین که چهار مدل غذا درست کرده این یعنی مردود راست میگه بیا یه مردی مرد باید مرغ و شکمش پر کنه چی؟ مرد باید ماهی رو شکمش پر کنه مرد باید چیکار کنه؟ باید شکم زن و بچهش رو پر کنه آره راست دارم خالیش کنم بیام تو به جنگی شکم زن و بچهش سیر کنی پر کنی سیر کنی میز شکم ماهی و مرغ و اینو پر کنی من خیلی به محیط زیست علاقه دارم برخلاف زروش تو از کجا میدونم محیط زیست علاقه دارم؟ تو فکر کن من ندونم من عاشق محیط زیستم بچه ها میدونم من عاشق محیط زیستم عاشق چی هم؟ میشه یه درخت بکاری؟ از ایناس که جمعه میره من آشغال من ساده رو بگم من گفتم الان تیم میشیم تیم اسپانیا بر علیه ترکا ترکا بر علیه اسپانیا نشه نه آقا اینجا چی ما داریم حق با ناسیونالیستیش نکن ما جو گزارش لحظه به لحظه ولی چرا 4 5 مدل غذا درست کردی که چی بگی غذا کردم که هیچ وقتی عاشق محیط زیستی چرا مرغ رو میکشید شکمشون رو پر من نکشمشون کی کشت خدا شاهده چرا ماهی رو میکشی شکمشون رو پر میکنی من نکردم این کارو ماهی خوب مرده بود وقتی من بهش رسیدم ماهی مرده به خورده ما میخواید آقا بده غذاشو برداره بیاد همون پنج برو غذا تو برداره برو غذا تو برداره باشه برو برده بیار دیگه فقط سعی کنی آروم باشی از به تو ربطی نداره به تو ربطی نداره نمک تونا رو لازمه بردارم از رومیز نه برو به تو ربطی نداره برو ما خودمون یعنی در این حد بلد نیستی اول سوپ سرد اول سوپ سرد بده بهمون میخوام ببینم چی شکلیه خداییش خوشمزه است رفت من داره میگیره بگو من یه پیشنهاد دارم من میگم الان که نیستش اشکان چرا ما سه تا دست به دست هم ندیم که به اشکان امتیاز ندیم چرا بابا ممکنه خوب باشه خودتو لوس نکن خودتو لوس نکن الان چشات برق زد خوب باشه اصلا خوب باشه بشه امتیاز ندیم نه من واقعا شوکه شدم دیدم رستوران یعنی یک یک و یک و یک دو سه با سه چجوری میخواد ببره
ممکنه خب به تو بدن نیم. نه خب چرا؟ الان ما دفرانس تا یه سوال دارم. واقعا اگه غذاش خیلی خوشمزه بود چی؟ باشه. اینقدر ندیده بگیریم راست. آره کاملا. من بهت فکر کنم. فکر کن تو هم من به همین شیش میدم. به چی شیش میدی؟ به این دیگه خیلی خوشش اومده. خیلی حال کرد. اونو خورد، منو خورد. بده بهش بخورش. نه، مال این کم مونده. تاش کوچیکه نمیخورم. من میگم بهترین غذای عالمم که داد. اشکان میبینم داره گریه میکنه. خب گریه. چرا؟ مهم نیست. نه اصلا حقش نیست. نه نباید تو رستوران غذا میداد. نباید 4 تا غذا درست. همه جوره فخر فروشی چیکار؟ بچه‌ها ببخشید. رامبودی حرف قشنگی زد و چی گفت؟ گفت رفیقمونه. خب رفاقت جای خود، مسابقه هم جای خود. اما رفیقمونه. نه خب ما رفاقتمونو بعداً بهش نشون میدیم آقای بیرنگ. رفاقتمون سر جای خودش. من بعداً میام میبوسمش، عذرخواهی میکنم، شاکرشم. ولی اینجا میدون مسابقه است، من که نمیتونم. ولی تو این برنامه شرکت کرده. چیکار؟ خب شرکت دمش گرم. ما هم بهش یک میدیم. خب شما هر چی دوست دارید بهش میدیم. بچه‌ها شما هر چی دوست دارید میتونید بهش بدید. حق جلسه. هر رأیی که میخواید میتونید بهش بدید. مگه حق نداریم هر کاری دلمون بخواد؟ شما هر کاری دوست دارید میتونید. پس من یک میدم. شما هر چی دوست دارید. آخه بعد ببینید به نسبت آقا جون، من میگم بهترین غذای عالم هم که بود یک. هم پیمان بشیم. چرا آخه بابا نه. من میخوام هم مهراب بشم. من نیستم. به جای پیمان. من نیستم با این. ورده بیا غذا رو. من مجبورم یه چیز. تو نگو که خبر نداری. تو نگو. چیه داستان؟ چی کار کردی؟ تو نگو که خبر نداری عزیزم، تو نگو که خبر نداری. خب چی شده حالا؟ بیام الان میام. بیا دیگه زودش کش نمونه بابا. میام الان زود. بودو اشکان بیا، میخوایم بده امتیاز بدیم. تو بیاری یا نیاری همونه. من فکر میکنم که داره وجدانم دچار آزار میشه. چرا؟ چرا وجدان داره دچار آزار؟ من به این 6 میدم، به اینم 6-12. دو تا از تو قرض میکنم. در من حالا اشکان تو سه بده بشه. من یه خواهشی میخوام از همتون بکنم، بذار اشکانم باشه. اشکانم باشه؟ آره. چون واقعا از ته دلم میگن سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشه. خب سی از ته دلم بهتون بگم. و امیدوارم واقعا اینو با قطره درخت گوشت و پوستتون بهش فکر کنیم. نه یه ذره جدی باش، من هر حرف خیلی جدی میخوام بزنم. بذار بیاد اونم که این دریوری نمیشته بوده جدی گفتم. قطره و اینا داستان داره درخت. من میخوام بگم که چی میشه اگه من اول باشم؟ چرا؟ او دیگه چه خبره؟ داری اونو نابودش میکنی، خودتو میخوای اول کنی. ما چی تقدیم ما چی؟ سب کن بینم. آها رز آقای بیرنگ. آقای بیرنگ شما دوستای منین. آقای بیرنگ یه حرف قشنگی سروش زد. یه حرف قشنگی سروش زد الان. چی شما دوستای منین؟ آره؟ ولی من مستقیم به جاش که برسه. جاش که برسه تو الان رأی داری جمع میکنی اینجوری به نفع خودت، بعد زیرا به ما رو میزنی. خب معلومه سعیام میکنم، ولی با صداقت. به خدا، به جون خودم، اگه 5% این انرژیشو بذاره آشپزیشو درست کنه همینطوری خود به خود. من آشپزیم خوب نیست ولی دلم پاکه. نه با پاک دل که منم اصلا من تحت تاثیر قرار گرفتم. این خیلی مهمه. از آشپزی مهمتره. دل پاک. آره ممکنه غذات خوام خوب شه. درک غذات مزخرف باشه ولی دلت پاک باشه. بعدش هم من اصلا از نظر تو که چون این دلش پاکه براش غذا میپزی میکنه. سن رشدم به این پیروزی احتیاج داره. رشد چی داری میکنی؟ رشد عقلی. دیگه میگن خب 40 سالگی ولی ممکنه تو روحیه‌ام اثر بذاره. آقای بیرنگ جمله خوبی نگفتم؟ یه بار دیگه میشه تکرار کنی؟ گفتم که من به این پیروزی احتیاج دارم چون تو سن رشد عقلی. شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید که ایشون تو رشد عقلیه و به این پیروزی احتیاج داره؟ شما با تو نداری؟ نه من رشد عقلی فعلا وقتش نیست. اگه تو این سن فعلا وقتش نیست. مهدی تو چی؟ اومد الان اصلا حرف نمیتونه آقا بزنه. اصلا همین که اینجوری داره با این میز میره اومد میکنه این نه عوضش من خودم سروتون میکنم. خودت سرومون میکنی؟ نه من حرف بدی که نزدیم. اشکان جان نه اشکان جان من نشون شده است که دلش پاکه. ببین من ظاهر و باطنم یکی. من به تو امتیاز زیادی نخواهم داد. خیلی عالیه. من بیشتر از این توقع ندارم ازت. تو رو امتیاز این همون آبجو خیاره؟ امتحان کنم
سوپ سرد. چیه؟ آه سرده. خیلی سرده. نمایش خودش هم بیاد که بله رسم ادب اونا چیه؟ حلیم بادنجون، تشک و بادنجون روی سیرش که داره دیوونه میکنه. حیف که تو رستورانه و الا من تو امتیاز بالایی میدادم. حیف که امکانات داشتی. راست میگه دیگه. حیف که قوا نابرابر بود. من میخوام چشمم ببندم به این قضیه نمیشه. اگر اینا رو تو یه جای غیر از رستوران درست کرده بودی؟ مونه داغ. حتما خودت پختی. میتونم بپزم. نه واقعا خودم نپختم. چرا دروغ بگم؟ نه. لزومی نداره. نه بذار باشه. لزومی نداره که آدم حتما نونش هم خودش بپزه. آقا لزومی داره. بسیار داره. مثلا ما میتونیم مثلا بعدش راجبش تصمیم میگیریم. خب اگر لزومی داره برش دارم. چی شد آقای بیرنگ؟ میگن که لزومی داره که نون و داغ و خود من پخته باشم. اگه لزومی نداره من برش دارم. حتما باید خودت نه بابا برش میتونم. نه بابا بذارم. نون که دیگه. اون چی بود بود؟ نمکارم باید خودت. سنگ نمک میگرفتی میسازیم. یا خودتم. مهمون نوازی بلد باش. و تصویرش هم بخوریم خودش نیومده. با این بعد خوردن. بینندگان عزیز من تا وقتی خودش نیومده نخوردم که مؤدب باشم. بینندگان عزیز من دو نفر خوردم. من اصلا این چیز برای مهم نیست. ممنونم من از تو صمیمانه تشکر میکنم. فکرتونو لوسن. آقای بیرنگ رفاقت اینجاست نه تو امتیاز. من اتفاقا خوردم. من صبر کردم براش. جلو خودش هم میگم بده امتیازم نمیدم. عزیزم من به تو امتیاز نخواهم داد. ولی وامیسم تا بیای. تو چرا بیماری روحی داری؟ همینقدر برام کافیه. همین ببین نه چون تو رشد عقلیه ایراد نداره. بذار چی کنم؟ من رشد عقلی هم نیاز به این پیروزیه. من حاضرم خوشمزه اینا بهش کمک کنم. از نظر مزه حرف نداره. واه من این کمی آقای بیرم برای شما که نمیخورین دلم میسوزه چیکار کنم؟ این چیاست؟ رفاقت یعنی این ما الان مدت هاست که عادت کردیم که فقط از دور نظارگر باشیم و لذت ببریم. ما تئوری هستیم دیگه، عملی نیستیم تو غذا خوردن. به خدا ولی عالی ها. میدونم شما بگید ما باور میکنیم. بعد ما جلوی دوربین باید خیلی آداب و معاشرت داشته باشیم یا میتونیم چون این خیلی میتونیم هورتم بکشیم سر بکشیم هورتم میتونید. مگه نهیدی من چه برخوردی باید؟ ممکنه بینندگان عزیز به اون امتیاز لازم رو ندن چون من هم نمیخواد به من امتیاز بده. هم میخواد امتیاز از بینندگان عزیز بگیره. یعنی در جای جایی حواظه این به همه جای عزیز به همه جا همه یه جبه ها رو داره. آفرین اسم مناطقی از شما تا شروع شرب و غرب عزیزان باری کردم باری کردم. نه من تو برای پسته بالاتر برو با بکردی. خیلی حواسش برمیشه. خیلی خوبه. خیلی عشان جون فلفل رو عزیزم بده اگه بخوایی. یا جلیت هست. یه نیم امتیاز ده. یک اده اضافه کنم. فقط یه سوال. توش غذاها حجمش زیاد نیست؟ آره. کم بخور. همه شو میتونی برمیشه. سوالی. کم بخور. این خودش دلیل برای امتیاز منفی. این خودش دلیل. میخواسته با حجم زیاد ما رو گول بزنه. چون من به راحتی ممکن سیر شم اصلا با همین دوتا. بعد غذا نخورم بعد دسر نخورم بعد عشق بزنم. من پیش نمی کنم که هر کسی ببین دقیقاً رامبود منم همینو گفتم. گفتم من هر غذایی که با بادمجون درست شده باشه عاشقشم. خب. من میخورم که بمیرم. سیرم زده و عالی شده. خیلی خوبه. عالی شده. تو آشامیدنی هم که بدون بادمجون بودرم خیلی دوست داشتی. خوردی تا خفه شدی. همه رو خورد نشیدی. بیا یه لقمه بگیرم. مرسی ماشاءالله. یه لقمه. خواهش میکنم. ممنون میشم. خب. ممنون میشم. چون عالی شده. ساکت میخوام بادمجون بخورم. چون خیلی خوب شده. آقای بیرنگ. دوستی یعنی این. آقای بیرنگ. به امتیاز نیست. دوستی یعنی این. عشقان جون یه لقمه بگیرم. کوچولو اگه بله این داشتن خوشش برد از این کارشون ازش برد این کار برای همه انجام. بینندگان عزیز که دارین میبینین من جای تک تک شما را هم خواهیم من همین الان میبینیم دنباله میگه از مناسبت های مردم به من رای بده به من امتیاز بده. اینو ولش کن اینو ولش کن عشقان چون شما آدم های شکموی هستی و نمیتونی شکم خودتون رو نگه دارین از روی میگیم کاملا مشخص بود که خیلی نباید فور هستیم فروش اینجا اونم که آماده است. بله بده من اینو نمیتونی بده من جان یه لقمه دیگه بسه بخواه من عوض میخوام ازت سروش جان عوض میخوام ازت بده من بگیر اون چیزش اینجا داره میشکم من واقعا نمیشکم جونه من یه لقمه میخورم شکم پوله رو میخورم
عاشق بادم جونم. جونم. با زبون خوش سروش میدی؟ خودت یه لقمه بگیر بمون بده. اشکان اون یه دونه رو به ما ستا ببر. بابا الان همه فکر کنم ما گشنه‌ایم. بده یه لقمه بادم جون. میتونم ببخشم؟ میل خودته ولی باقی غذا رو ممکن نخورن. نه میخوام. خب این خیلی بده. به ضرر من میشه. به ضرر من میشه. آقا آقای بینن ما انقدر تو این سینما خوبیده خوردیم عاشق غزم بده بخوریم. این پذیرایی ایشونه به من دخالت یه لقمه خودت بگیر بده باشه. یه دونه رو به ما ببر. باشه ولی سوپاتونو برمیدارم. یه باشه جهنم سوپو بردار. کوف گرفت چت. یه چیزی هست. خب میخوام ببینم با پنیر شیر بز کسی مشکلی داره؟ بذار بو کنم. پنیر شیر بز به نظرم باید خیلی چیز جذابی باشه. من عذر میخوام که هی شما دوتا رو وایک میکنم. نه بیا پیش من. یه ذرم دودیه. بله دودیه. بعد دو سال است. چیز من نریختم گفتم آخه بعضی دیگه از خودی نرسی من که به نظرم همشو بری. خب منم یکم دروغ گفتم. دو سال اینو نگه داشتم همشو بری نیست. این میدونی برعکس هر چی سنش بره بالا کمتر میشه دیگه. نه خیلی خوبه. آره بنجامین باتل رو میشناسی؟ بیا آره بخواب. خب الان سالاد میریزه ولی چنگانم کو هر چقدر امکانات بیشتری به ما میدی داری از امتیاز به منم بده. به سروشم بده. آره سعی امتحانش کن شب بهتر میشه. پنیر بوز خیلی کار زشتی کردی. خیلی کار زشتی کردی. کالباس نیست. چرا با دست چیز می‌خوری؟ بخدا این چنگالم نبود. وا یعنی چی منو تو این بعد دست رفت به یه چیزی که کامل برداشتم بردمش. میشه یه بار دیگه توضیح بدی میزان سن تو؟ اینا ببین نگاه کن نگاه کن دقت کن دقت کن ببین این به هیچ جای نخورده دست غیر از خود این. آها. چه مسلط. خب بس من رفتم. آره برو ببین چرا فقط دو تاست؟ چون که این سالاد بزرگه. این دو تایش من شما جلوش شکماتون نمیتونید ببینید. اوکی. خب الان اینا تو چی برای خودمون؟ من الان براتون پیش دست میارم. چه شو جلوش شکماتون نتونسته بگیرید. من مجبورم پیش دستتون جمع کنم. بابا بده اون بادمجونه رو. بیا بیا اینجا هست. بیا 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 فقط داره میاد بگو دوباره بذاریم سریع قشنگ پیداست اهالی سینما گشنه. نه خیلی نه اصلا رفت نه خوب نه باز عذر میخوام اجازه دارم. مرسی مرسی به خودم اگه از این کارا بکنم نونمو بده چنگال ما رو هم بردی الان براتون میارم. متشکرم. رستوران همه جورم 300 هزار تا از اینا دارم اون پشت بشکون اصلا. خب بیا بیا ببین اگه قرار بود به غذا نمره بدیم واقعا غذاش عالی بود دیگه. یعنی تا همینجا به نظر من 10 رو میگیره ولی مسائل فرامنه. ولی مهم اینه که تو به من این امتیازو نمیدی. نه نمیدم چون من دائم دارم از عمر سرو میکنم. گفتم تو بس مسائل حاشیه‌ای اینجا از متن مهمتره. نه چنگل که داری سرش غذا مهمه. شاهد هم داریم که خودش درست کرده دیگه. نه غذا مهمه گفت تو. ولی تو گفتی سراشپزا بهش کمک میکردن علکی اون. ببین غذا مهمه ولی به نظر من چیزای دیگه مهمتره. مثل دل پاک و دوستی 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 خوبه ها. وای ولی چقدر من الان دوست داشتم که مثل شما همینجوری فقط میشستم. نوبت تو هم میشه. نوبت تو هم میشه. آره بشین فقط تو باید اینا رو میبردی. من عذر میخوام ازت. کجا میری؟ نه نمیخواد بریم. نوبت نشستن تو هم میشه. آقا منو سروش شری. آره بگو میخوای دیگه نریزیم ولی دستیه. من از این بفرمایید شام خیلی راضیم. از کدوم بفرمایید شام؟ از این برنامه بفرمایید شام. چهار شب بعد سر کار میره غذا میخوره تو. چون عمرن خودت آشپزی خوب باشه. اشکان من چون اصفهانی هم یه سوال دارم. حتما. اگه اصفهانی نبودین سوال نمی‌کردین. نه اگه میمدیم اینجا و این چیزایی که تو توی منو بود می‌خوردیم چقدر می‌شد؟ این چیزایی که توی منیوی خودم هست که برای شما گذاشتم. آره.
بیار بیار سرش ببر. فکر کنم سوال مهدی هم بود روش نمیشد. خیلی چون اصفهانیه. چون اونم اصفهانیه. مأخوذ به حیاییه تو اصفهانی مأخوذ به حیایی نیست. من میخوام ببینم چقدر امشب کاسب شدی. مرسی. چقدر جلویی. آره. ما جدی چقدر میشدیم؟ راستشو بگو. بگم آقای بیران. من فقط دنبال یه راه فرار میگشتم. از اونجایی هم که شما خیلی خوب همیشه راه فرار واسه من باز میکنه گفتم بگم یا نگم. بشم. خب چرا آدم باید یه بگه آخه؟ که چی بشه؟ در فرهنگ ما پسندیده اینه که نباید پرسید که قیمت این چقدره. برای منم جالب بود. آدم اگر چون فضای رستوران اینو به من القا میکرد، شاید اگه تو خونه بود این فکر رو هیچ وقت نمیکردم. وقتی سروشم پرسید من در موردش فکر کردم. آره به نظرم بهتره که موضوع قیمت و ارزشگذاری ریالی مطرح نشه. شعار نمیدم، واقعا شعار نمیدم، ولی فکر میکنم مهمتر از اینکه چقدر و چی، اینکه چقدر خوش گذشت مهم بود. این دقیقا مثل میمونه که وقتی اینشون اومد خونه شما بگه که این غذایی که برای من پختی چقدر خرج برداشته. من که اگه نپرسم بهش میگم، میگم این غذایی که داری میخوری اینقدر خرج برداشته. یه سری توپره دیگه. مادر بگرید اون چیه؟ وای اشتا ماهی شکم پر. اون؟ ماهی شکم پر. شکمش پر چیه؟ میتونم بهت بگم از دو بار کباب ترشه؟ کباب ترش. مرسی. نکن دیگه رام. من خودم دوست دارم تنوع غذا رو و دوست دارم از مزه‌های مختلف بچشم. شاید یک نوع رو بیشتر بخورم، ولی از بقیه‌اش هم دوست دارم بچشم. این تنوع مزه برای من لذت بخشه. به عنوان کسی که شامو میخورد خب خوشحال بودم که چند مدل غذا دارم میتونم انتخاب کنم از بین این همه غذا. ولی تو بحث این ماجرا که بحث رقابت پیش میاد یه ذره بی‌عدالتی بود، چون امکانات خوب خوبی داشت تو رستورانش برای اینکه بتونه چند مدل غذا درست کنه. یعنی اگر کسی 10 نوع غذا درست کنه یا 100 نوع غذا درست کنه قرار امتیاز بیشتری بگیره؟ نه، ما قرار بوده یک غذا رو به در واقع بوته آزمایش بذاریم. نه، من با این زیاد بودن غذا موافق نیستم. شایدم چون که خودم بلد نیستم اینقدر غذاهای متنوعی درست کنم، شاید از سر بدجنسی من. عذاب وجدان داره. من یک عذاب وجدان داره. با یه مشکلی مواجه شدم. بگو بهمون. حق اینه که اول بشه. خب از طرف دیگه حق اینه که آخر بشه. چرا؟ و من سر این دو راهی موندم. ببین این میز یعنی میز اول، در این حال این میز یعنی میز آخر. به خاطر شرایط امکان. آره به خاطر اون چرخ. به خاطر اون چرخ. چرا؟ خب با دست بیار از اونجا. آره. اصلا به خاطر همه رو تو میفهمی من چند بار برو برای کی؟ کی ببرم؟ چی میگن اینجور موقع ها؟ بر سر دوراهی. بر سر دوراهی. بچه ها به جور برای کی چی ببرم؟ بچه ها غذاتون یخ میکنه، بعد بابت غذای سرد میخواید به من نمره پایین بدید. من مطمئنم تو گروه خانم ما عمرنی همچی میزی شده. بعید میدونم. خدا یعنی خب دیگه تو نه. آقای بیرنگ تو گروه خانم ها همچی میزی شده. من نمیتونم لو بدم. خب نمیخوام اینو گروه آقایون با من مطمئنم این از شوری نمیشه بهش نزدیک شد. رامبو واقعا دلم میخواد از دهن لقی بمیرم، دارم میترکم ولی نمیتونم. خب بگی خودمونیم. نمیتونم گروه چی رو نمیتونم بگم. آقا من میگم، من میدونم گروه خانوما کی بودن که خود طبیعتا مال ما بهتر میشه. من مطمئنم فکر میکنم. وایسا ولی من کلن فکر میکنم که آره خیلی با سلیقه هم، خیلی هم آشپزیشون خوبه، ولی مال ما بهتر. ولی نه مرغ کی میخواد؟ ببین اشکان که آخر میشه اینه. آره اشکان که آخر میشه. آها آها
عشقان که تو تیم ما آخر میشه این ببینین از شوخی گذشته این عشقان نفر آخر تیم ماست ببین نفر اول چه میکنه خدای بزرگ که الان باشم نه 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 رو بابا سروش از سر کوچه یه بسته بچه خواهش اختلاف و کنار بذارین با هم دوست باشین من ولی یه چیز جدی ما مردیم تو زندگی حالا اگه میخوایم برون میخوایم برون اگر شروع بکنیم میخوای چیکار کنیم ببین فکر کنم این واقعیه خب چرا پس نه من رو پس کجا شما یه مش آدم شکم پرستی نسن به حرف جدی کجا میدونی شوره بیا عزیزم تو از کجا میدونی شوره رام بود اصلا خیلی نمک تو لازم چه بدای سرم آورده که نه چیکار کردی حالا میخوری میفهمی جانم برای همین من کلا نفر آخرم اومد پیشت چیز کرد اذیت کرد کثافت کاری مطلق راه انداخت توی آشپزخونه بچه‌ها مرسی که گفتین بخورم چطوره رامبو؟ دوست داری طعم غذا رو؟ از محتویات داخل شکمش چیزی میخوای؟ سروش؟ آره آره اینجا شور نیست میتونم من با کباب ترش شروع کنم من اون عادت بدم و کنار گذاشتم و دیگه نمک نمیریزم تو غذا رامبوت آقای بیرنگ بیار جلو من میخواستم ایسا خیلی جدی میگم ولی اینایی که شکم پرستن نمیذارن چیکار کنم؟ بابا من مردم باید دنبال فرصت بگردیم آخه مگه فرصت میدن گردنش هم چشمشون به غذا افتاده دیگه همه چی فراموش کردن اون تو توشه عالی آقا من یه حرف جدی دارم همون پول هست خیال جدیت بریم چی شد من نمیدونم با سروش همکاری کنم خدایا چیکار کنم ما هیچی من میخوام خودم بشنم غذا بخورم بهم بگید ما خودم بر خودم میکشیم خودمون میکشیم دیگه حالا دیگه بعد ببرم براتون ببین من با یه مشکلی هم امتیازو میگیری برو بشین دلم میخواد آواز بخونم بخون 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 اصلا یه دهم بخون ببینیم چی میشه ماهی اول از من شروع کن دیگه برای اینکه آره الان میخوای برای اینکه شب ما جذاب تر شب مرغ زرد تخت طلا گردن همای دم کلم چیش خیرون میخریدنش والا به خدا نمیدادم شبها مونسم بود روزها همدمم بود به شما میخوایی من آمون دو کنم چکار هم اولی بخون خوب بود کودک درونش هیچ وقت رهاش نمی کنه دیگه ماهی دیگه به کی بدن؟ یا بعدا خورتون میتونید برو جان عشقون بشین حالا خیلی خرج میکنی خیلی نریزه بپاش کرد ولی بچه ها جدی فکر کنید خانم ها چی درست کنن یه دونم برای خانم ما غذاهای خوب من غذاهاشونو میدونم غذاهای ایرانی فکر کنم غذاهاشون نمیدونی بس دیگه جدی چی سروش نه من ماهی فعلا نمیدونم. ماهی خورد نیست یعنی نه ببین چه خوب شد تا چند تا چیز درست کردن فکر کنم فقط ماهی سروش. درست کردن آماده اونها رو من از پیمان از پیمان از مهراب از آها راست میگه دیگه رسیدم وای خدا سرد نشده ما چهار تا دوست سرد نشده درسته نه درسته نه آره یا نه درسته یا نه خیلی خوب بله خب منظور ولی الان با هم رقیب هم هستیم چجوری این مشکل دوستی و رقابت با هم دوستی رو کنار میذاریم و رقابت میکنیم هم دیگه پس تو یک میشه که رقابت دوستانه میکنیم آره رقابت دوستانه تو جمله قشنگی نگفتم اون دقیقا زیبا بود یه بار دیگه بگو این اینستال نشد رقابت دوستانه با هم میکنیم یه بار دیگه رقابت دوستانه میدونی مثل چین جمله ما یه بار دیگه به من بگو رقابت دوستانه با هم میکنیم خوبه آقا این جمله همون قلیل روسه من واقعا به تو یک میدم به تو هم یک میدم دست دارشون هم بردار من چی همشری به تو هم یک نه به تو دو میدم همون یک بده ولی بالا چهار تایمون سه امتیاز برنده نداشته باشه میخوای هممون به هم دیگه ده بدیم این خیلی فکر خوبیه برنده معلومه شما چقدر مردین آقای بیرنگ توی یه آمپاس عجب غریبی میذاریم بکن هممون به هم ده بدیم به همه میشیم جایزه بین ما چهار تا تقسیم میشه متاسفم هیچ جایزه دیگه وجود نداره چرا؟ چون جایزه شما بر مبنای اون پولیه که سخاوت میکنید آها اینو به من گفتن میگه خیلی سخته الان تو شاید بهتر دیگه اونجوری همون رقابت دوستانه یعنی نیست دیگه پس من الان مجبورم تو یک ندم نه در این حال چیزی نیستی هیچ کاری یه چیزی یه نمره ای باید بهش بدم که هم زیاد باشه هم نبره خیلی سخته هم زیاد باشه هم نبره عدد 5 5 و 6
میتونی بهش ده بدی ولی وایسی بیرون رستوران با ماشین بزنی بشه. اینجوری میشه. هم زیاد دادی هم نبرد. شکم پر رو باهاش دوختی و اینا. بعد تو غذا باشه. بعد میشه نخ کشید با دندونا رو. غذای محلی رو من به روش محلی من نگا می‌دارم. باش لباس می‌ذارم. اشکان جان کباب ترش این ماهی چیه؟ با چی برداریم؟ با چنگاله رو. این ماهی چیه؟ ماهی شکم پرت. خود ماهی چیه؟ ماهی سفید دریایی. آها. دریای شمالی. برای ماهی دریای جنوب سفید داره. برای ماهی تو حتما اول میشی. اوه. ولی کلا. دست نکن. حتما ببری. نه، بعد تازه رشتم هم دریاییه، تحصیلی میش جلو. شیمی دریا خوندی تو؟ دیدی گفتم به محیط زیست علاقه نداره. دیدی گفتم نداره. آلودگی و ماهی سفید شمال یا جنوب؟ چه نرمه. چی میگی؟ آخه ببین برای ماهی شکمپور نمیتونی چیزی غیر از ماهی سفید. ماهی شمال رو توضیح بده. به دلیل اینکه ماهی جنوب مزه داره، طعم داره. من ماهی جنوب شکمپور هم خوردم. خیلی خوشمزه است. نه سبور؟ آره. سبور ماهی شکمپور نیست. سبور دورش بره. آره سبور. ماهی سبور. ماهی که صبر میکنه. تا بگیرنش. تعمل میکنه. بقدرنش. ما میسته در مقابل این قلابه تصورتش مدارانش میکنه. ماهی بردبار. ماهی بردبار. خیلی خوشمزه است. آقا ماهی سفید باید با دست رفت توش دیگه. من برو ببخش دستمال داری بعدش؟ نه من برای دستمال میارم یه اینجا دارم. نه 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 خوش میارم اون باید دستمال. نه آخه با اون پاچه بله برمیارم با کاغذی که میچسبه به دست. آقا بیا این همون یه گروش بگیم. خیلی نامه حقش هست ولی همون یه تو درست کرده. اصلا جلوپی داری میخوری؟ خود این زر به خودت فکر خود نگاه کن. اینقدر غذای خوب شده دوست دارم اینجا بگیرم بکشمش. چه کنیم واقعا؟ با کدبانوهای درجه یک، با آشپزهای مرد درجه یک برابری میکرد. پیش غذاش که سوپ سرد بود و اون کشک بادنجون، کشک بادنجونه درجه یک بود. باز اون میدونی انگار آدم تو شوخیاش همیشه یه رگه ای از جدی بودن هست. من واقعا دلم نمیخواست کشک بادنجونه رو بدم ببره چون خوشمزه بود. خیلی خیلی خوشمزه بود، واقعا خوشمزه بود. بعد غذاش دوست داشتم. مرغشو نزیاد، مرغش شکمپورشو نزیاد، ولی ماهی سفیدش رو خیلی و کباب ترشش هم همینطور خیلی دوست داشتم. و اینکه چطوری سرو شد امیدوارم خوب بوده باشه. پذیرایی هم پذیرایی خوبی بود. به هر حال شکل و به قولی تعریف و استاندارد یک رستوران رو داشت. حالا خود اشکان بیشتر به عنوان میزبان این سرویس ها و این خدمات رو میداد به ما، ولی من خودم به شخصه ممکنه که ساده تر و راحت تر از این برگزار بکنم. خیلی غذاش خوبه. آخه نمیشه من خودشم به بی تفاوتی بزنم. نه خیلی غذاش خوبه. واقعا یکی میخوان یک بش بدیم. من اگه یک بدیم. نه من یک میدم. سروش من داری دو میکنی. من مجبورم بهش یک بدم چون من به برنده شدن احتیاج دارم. دکتر روش رفت. من روش حساب کردم. به چند نفر قول شده. عذر میخوام. خیلی عالیه غذا. اشکان من میخوام به تو شاید حتی ده بدم. میخوام بولم بزنه. وای وای خدای من. من واقعا دیگه خسته شدم. خیلی خوشمزه. اشکان جون یه ظرفم میاری برای تیبا؟ ببری حتما. فکر کنم برای بردن گفتم یکی هم برام بیار. رستوران دیگه یه ظرف یه بار مصرف. بابا همینجا بود کار داشتیم. شما میرین رستوران چون که بازیگری میشناسیتون غذا زیاد میاد. تو چی هست میشناسید؟ نه میشه بگین که ببخشید یه ظرف بدیم میخوام ببرم. براحتی. آره من رفتار متمدنانه باشه. نه رفتار متمدنانه به خاطر اینکه تو غذات رو نمیریزی دور. آفرین. میبریش خونه مصرفش میکنه. همین من همیشه رفتار متمدنانه از خودم نشون میدم. پیدا. وای سروش چقدر متمدنی هستی. خیلی. حتی گاهی وقتا رو میز بقیه هم چیزی باشه متمدنانه برخورد. عالی بود. من اصلا فقط تمدن در ارتباط با آدم هایی که برای قرار بیرون به خاطره که من نمیدونم. من یه خاطره دارم که مال دوره دانشجوییمه ولی ممکنه اثر منفی در ذهن مخاطب تمدن داشتی یا نه نمیدونم بگم.
میگم دیگه چون واقعیت برای مهمه که این تصویر بذاری. آره چون من میخوام تازه امتیاز بینندگان رو هم از آن خود کنیم. آره از آن خود بنمایم حتما. ببین ما دوره دانشجویی بعدیش اینه به بازیگری جایزه نمیدن اینجا. ما دوره دانشجویی من کرمان دانشجو بودم و ما خیلی بی پول بودیم. خب کجا؟ چون گوش نمیکنین به خاطر سر شام یه ذره سکوت بی پولی بودیم. این نویز صدای سروش از اول اون آقای بیرم من می‌خواستم یه خاطره خیلی بامزه تعریف کنم ولی نذاشت. لطفاً لطفاً تعریف کنید. چون شروع کردی تعریف کنید. بگه آقا ممکنه تو ذهن مخاطب اثر بدی بذاره. از نظر مخاطب شناسی چون شما آدم صادقی هستید فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفته. آره چون خودت داری میگی اونها تو رو میبخشن. الان اینجوری نیستم. من دوره دانشجویم توی کرمان. من و دوستم رفتیم رستوران. کرمان یه رستوران داشت به اسم رستوران بزرگ شهر. خب تشنه پول ندادین در رفتین دیگه چیکار کردین؟ نه. نه مگه ما دزدیم؟ آخه دارین میگید تاثیر میذارین. ما دوزا پول ندارن. اگه پول داشتن که دوزی نمی‌کردن. ولی وقتی دوزی می‌کردن دیگه جزو بی پولا حساب خیلی باحاله. فلسفه دوزی خیلی جالبه. عرضم از ما رفتیم تو رستوران و دو نفری من دوستم غذا سفارش دادیم. خیلی هم ناراحت بودیم چون هم می‌خواستیم غذا رو بخوریم هم دلمون نمی‌خواست پول بدیم. چون بی پول بود. ولی پولشو داشتین بدین؟ آره ولی مثلا قرار بود خرج مثلا 10 روزمون رو یه شب گفتیم آره بذار بیایم یه شبم رستوران. بعد ما رفتیم سر یه میزی که نشستیم عین مثلا همینجا نشستیم همینجوری اینا رو میز از نفرای قبلی مونده بود. خب از نفرای قبلی اینا مونده بود ما دو تا هم نشستیم. بعد چی کار کردین؟ یه شب شروع کردیم خوردن همونجوری خیلی عادی حرف می‌زدیم و می‌خوردیم. حرف می‌زدیم و می‌خوردیم و این دوباره ذره از این خورد و غذا هم یادم چی بود پیتزا میتزا اینا بود ما تیکه تیکه خوردیم و دیدیم خب سیر شدیم دیگه رفیقم گفتم تو هر روز می‌خوای گرسنته گفت که نه گفتم منم نه گفتم آقا نمی‌خواد سفارش ما رو بیاری قربانت رفتیم بیرون قرار بعد که نه شرافتمندانه بود دیگه بی پولم بودیم شرافتمندانه بود از این بابت که نذاشته اون غذا دور ریخته بشه خوب بوده آقای بیرن چطور بوده اونم نداشتم اونم رفت داره شما بریم یعنی چی من شده رفته قصه مردم خورده من نمیفهمم اینا رو ولی خیلی خوبه که گفت یعنی من اگه همچی کار کرده بودم شاید اصلا هیچ وقت شاید کردم و نمیگم الان بهتون اصلا یک چیز لذت بخشش همین بود که صادقانه یک خاطره ای رو از یک دوره از زندگیش برامون تعریف کرد که ممکنه هر کسی به راحتی این کارو نکنه. برای من خاطره سروش زیاد خنده‌دار نبود راستش چون که این حالا نه به این شکل ولی خب این موقعیت برای خودم بارها پیش اومده بود. توی همچین شرایطی بارها شده بود که 5 تا دانشجو توی خونه بودیم و مثلا 2 روز بود واقعا پول نداشتیم برای غذا گرفتن یا غذا خوردن هیچی نه رفتار اجتماعی صحیحی نیست من خودم گفتم دیگه نمیکنم دیگه این کارو نه جواب ما پول نداشتیم واقعا و به غذا ولی میل داشتیم نه همین که قشر دانشجو رو اینقدر قشنگ توصیف کرد یه دفعه با همون دوستم رفتیم کله پاچه بخوریم صبح باز تو کرمان بعد ما چرا با هم افتادیم قصه مردم میتا نرگیدی بودن دانشجو نبودن آدم که پول نداره بعد فعلا دله بودن نمیادن رزولان اینور اونور میتا نرگیدی تو خونه تو خونه رو میخواد درس میخوندی دو نفر در درس دموشو بیار خونه تو والا دو نفری دوتا پاچه سفارش دادی خب دو نفری یه پاچه اون یه پاچه بعد رفیقم گفت که چیه یه پاچه خب بعد یه دونه ظرف آب لیمو رو میز بود رفیقم گفت او ویتامین سه ما خیلی وقت ویتامین سه نخورد آب لیمو رو نشیدیم توی لیمو همزنو خود گفتیم ویتامین سه دیگه بعد چیزه پول رو دادیم اومدیم دیدیم یارو با دوچرخه داره میاد دنبال ما گفت وایسا اینا 15 تا من برا دو تا پاچه دادیم 30 تا آب لیمو رو خوردی کل آب لیمو رو خورده بودی کل آب لیمو رو با دو تا پاچه خورده بود یه خاطره این شده آیا حق من نیست اول بشم ولی که این کار محروم تو خیلی سختی کشیدی یه خاطره اینطوری هم من دارم بگو یه رستوران تو میرم زمان دانشجوی عشقان جان توی دلیجان اصفهان تو راه یه رستوران بین راهی نون تنوری تازه خودش درست میکنه میاره خیلی خوشمزه است ما هم 4 تا دانشجو بودیم آره آفرین
چهار تا دانشجو بودیم رفتیم یه پرس نیمرو سفارش دادیم، بعد هی گفتیم نون بیار، هی نون بیار، برای یه پرس نیمرو مثلا ما 15 تا نون گرفتیم. یارو قاطی کرد یه گفت بلند شین ببینین بابا دارین آفتابه خرج لعین میکنین، بلند شین ما رو پرت کرد اشکان بریم بیرون دلشون آب نشه. من حتما این کار میکنم. برگردا میخوای نرم؟ نه باید برو که دل آب نشه، ما اینجا داریم در ناز و نعمت به سر میبریم. بفرما رو چه کردم؟ به چی هست؟ مشکل دوربین این چون خوشمزه نمیم گرفته یا نه؟ خیلی خوشمزه هست، واقعا خوشمزه هست، دست درد نکنه. آقای بیرنگ تازه کش بود اینجونه هر نفر. من بخواب اینو دفرمش کنم. مرسی. چیه؟ این گوشت گوساله است. گوساله. آره ولی خب یادت بشه که من بگید چه چیزی نرمشه. حتما. سروش من چون عاشق حیوانم. منم هم فقط اون چنگه. مثل من. چی نمیشه؟ عاشق حیوانات هم. من محیط زیست. و واقعا محیط زیست. نه من محیط زیست هستم و حیوانات هم هستم. آره. محیط زیست هستم، حیوانات هم هستم. علاقه من. خب. این چه خوشمزه است. کدوم؟ قزلات. عاشق هستم که آوردی این بر. آره. چون مدت ها بود که میخواستم برم اون بر بردارم. من دیدم چقدر نفتم. من آوردم. امتیاز زیادی مرسی. من نرفتم. من نخوردی از این. میتیجون خواهش کردم. میتیجون با دسته قشنگش آوردم. من شنیدم که اشکان آشپزش خوبه. از کی؟ تو شنیدم اصلا چیز میکنی؟ رستوران معرفی میکنی؟ آره. از کی شنیدی؟ از فرز و مطمئن. خودی اصلا یه فیلمی قرار ساخته بشه راجع به رستوران تهران، رستوران شیکیش بده برای رستوران که این دقیقاً بریم جملش بود من متاسفم رستوران کثیفا رو قراره چیز بره بگیره. آیا حق من نیست که اول وقتی رستوران شیکا رو داره مرغوب من رستوران کثیفا رو، آیا حق من نیست اول شدن؟ آیا حق نباید به حق دار برسه؟ فکر نمی کنم اینقدر زجر کشیده باشی بابا. داره میگه دیگه، من که نگفتم، خودش داره میگه. چرا این رستوران آشغالیا رو معرفی نمیکنه؟ من من نه، من نیستم اون آدمه. فرزاد مطمئن من نیستم. آها چرا آقای مطمئن بازیتون بذارید کنار، خواهش میکنم. مشکلات شخصیتون رو خودت فرق کنید. نه من اتفاقا من فقط دارم لذت میبرم، ببخشید. من میتونم با چون بگم برای لذت بردن چه روشایی؟ نه آخه صداتون خیلی اذیتم کنه. از حالا یک دقیقه سکوت. حالا میخواد غذا بخورید؟ میخواد موزیک براتون بذارم؟ نه نه هیچی با این غذا هیچ. از شما چه پنهان؟ ما هم از یک دقیقه سکوت آقایون با خوشحالی استقبال کردیم. ماشاءالله چقدر حرف میزنن. خجالت نمیکشه. ولی من یک من یکم نمیدم. این مرده، یعنی حرفش یکیه. برفیه من خیلی دلم می‌خواست. الان یه ذره‌ش میتونستم بردارم با خودم ببرم خونه. یه شیرینیه، یه طعم، این طعم بچگی بود. این طعم غذاهای شیرینی بچگی. نمیدونم شیر خشک داشت، روش سرلاک داشت، یه طعم اینطوری داشت، خیلی دوست داشت. من واقعیت اینه موندم چیکار کنم؟ چه امتیازی بدم؟ خیلی سخت شده. برای من هم سخته. خیلی سخت شده. اگر نمیدید برنامه رو قطعا میبینه دیگه یه روزی که چه امتیازی بهش دادم. راحت تر بودم. الان خیلی سخته برام. آخه چه جوری باید نمره داد؟ چیکار باید کرد؟ حتی اگه نمیدیدم سخت بود. تو که یکی تو میدی چیکاره؟ راست میگه تو چرا اصلا واقعا میتونی یک بدی؟ آره آره این خیلی موضوع جالبیه. وابزه که فکر کنم واقعا میتونم یک بدم. چون واقعا ببین نگاه کن الان هم یعنی تماشاچی هم دیده که چقدر ما واکنش داریم نشون میدیم به این غذا و معلومه الکی هم نیست، چون واقعا قصد رقابت هم داشتیم، میخواستیم که ندیم از اول هم که وارد شدیم به عنوان اینکه فضا رستورانه و فلان و اینا، قصد کوبیدن و محکوم کردنش رو داشتیم که نمره ندیم. خب
ولی دیدیم که و کسی هم که ادعا میکرد که من یک نمیدم، یک میدم و بیشترم نه، چقدر از غذا خوشش اومد. من خواهیم شب تنها جمله‌ای که واقعا دارم جدی جدی و از ته دل آره میگم و بگم اگه میتونی. آره اگه شما اجازه بدید. این برام جدیه، این جمله برام جدیه، چون مسئله این روزای ذهن منه. اگه هم باش مخالفین بگین. باش. من فکر میکنم که تا جایی که میشه باید قضاوت نکنیم و ببخشیم. آدمها رو قضاوت نکنیم و اشتباهاتشون رو ببخشیم. آخه مگه همیشه قضاوت نکنیم و ببخشیم؟ این خیلی به نظرم مهمه. مگه همیشه قضاوت در مورد یه امر منفیه؟ ممکنه تو من درباره امر منفی دارم میگم. درباره امر منفی قضاوت نکنیم، چون همونجور که رامبود گفت نمیدونیم چیه. نمیشه قضاوت. آره و پس قاضی‌ها چطور قضاوت کنن؟ و آدمایی که به نظرمون میاد اشتباه کردن ببخشیم، چون نمیشه قضاوت کرد. پس چطوری کسی که مسئولیتش قضاوت باید قضاوت کنه؟ خیلی کار سخته. خیلی کار سختی. خیلی نمیدونم یه قضا نمیتونی واقعا من برام سخته نمیدونم واقعا من اینکه ببخشیم هم خیلی مهمه میخوان یه کار راهش همینه ببین واقعا راهش همینه ببین نگاه کن تو اگه اتفاق تو برای من یه کاری رو انجام یه کار منفی رو یه کار بدی رو انجام بدی من چون نمیدونم پشت این ماجرا چیه چه اتفاقی افتاده و و و که این واکنش که این عمل از جانب تو صورت گرفته نسبت به من و باعث آزار من شده نباید تو رو قضاوت بکنم چون نمیدونم چیه در نتیجه بهتره که ببخشم میدونیم و من ادامه ندم آره با بخشش که موافقم ولی راجب این که قضاوت انقدر سخته نموافقم گفته شده که اگر کسی به خاطر گناه کسی دیگر او رو سرزنش بکنه نمیره تا خود اون شخص به همون گناه مرتکب بشه خیلی سخته و تقریبا غیر ممکنه اصلا هیچ کاری رو واقعا نمیشه قضاوت کرد تا وقتی که ما توی اون شرایط نباشیم و مگر ما میتونیم خودمون رو جای کس دیگه ای بذاریم سروش توقع داشتی یه آدمی که وارد یه جایی میشه ببینه تو وایسری سر یه میزی داری غذا یه نفر مثلا چون چیزی که گفتی دارم از اون استفاده میکنم نه به خدای من شاید فقط چون گفته خیلی راحت به ذهنم اومد و گفته آره آره بگو خوب توقع داری یه آدمی که تو رو داری در این وضعیت میبینه چه قضاوتی رو حتما نباید قضاوت کنه حتما داری من ببخشم شاید گشنه بوده اون لحظه اصلا نباید بروش بیاره یه سری حرفا خیلی قشنگن ولی اینکه آیا فقط حرفشو میزنیم و عمل میکنیم نه اینکه سروش این کارو میکنه یا رامبود یا مهدی نه ولی اینکه خوبه اگر این کارو میکنه اگر واقعا اینجوریان که خیلی دمشون گرم نه سخته بعض از این بعد اگه اینجوری نگاه کنی خیلی خیلی اتفاقا رو میتونی یه جور دیگه ببینی قضاوت نکنی و ببخشی خیلی بهت کمک میکنه آخه یه چیزی با بخشیدن گفتم اصلا سر قضیه سر بخشش نیستا من میتونم ببخشم ولی قضاوت خودم هم داشته باشم اشکان جون بیا اینجا بشین یکی تو بگیر یکی تو بگیر برو بیا اینجا بشین یکی تو بگیر خب کجاش امضا کنم فرقی هم میکنه همونجا رو امضا کن اینجا بله اینجا خوبه بله خب این بخش ساده ترین بخش هر من چون من از اول تکلیفم رو روشن کردم و الوعده وفا کمی میخواستی بالا بکشی؟ کار درست هست قضاوتت نمی کنم ولی می بخشم خب مرسی نه کاش میشد اینجا مثلا یه ابر میکشیدی فکرتو میخونی آره با این چیزا بادمجونا کشک بادمجونه سوپ سرده اینا این چرم
یه دونه دیگه‌ش هم میندازم برای اینکه نگین که تو آدم ظالمی هستی. اون یارو سوپ سرده هم با حال بود و کشک و بنجونم شقدر دارم بهش زیاد امتیازه. همونجا من دارم میندازم تو ها. اون ویلکام درینکینش که اول خوردیم من 8 امتیاز میدم به 8 یعنی 80,000 تومان. اصلا این قلکتون برای بالاتر از 2 امتیاز طراحی نشده میره؟ رفت دوتانم بر خودم میکرد. تمام مات بندی؟ بله. تمام آقای میرنگ. بله. اگر درباره تنوع نگفته بودین اینم مینداختم و این دوتا رو نگه میداشتم، ولی این یاداوری که درباره تنوع کردین، یعنی غذاهای زیادش باعث شد که اینی که داشت میرفت تو، نگاه کنین داشت میرفت تو، من برش کردونم و من علارغم اینکه حقش اینه که از نظر آشپزی هر ستای اینا بره تو، من دوتاشو به خاطر اینکه رستوران داشت و امکانات زیادی داشت ور میدارم و میذارم جیبم. این یه دونرم که من حواسم نبود و میخواستم بذارم به خاطر اشکان جون، اینو آقای بیرنگ از تو این امتیازو گرفتن و اینو به من هدیه کردن. تنوع زیاد غذات به جای امتیاز آفرینی باعث شد که من اینم بذارم جیبم. امتیاز آقای اشکان خطیبی در اولین شب مهمانی شام ایرانی آقایان شد 230,000 تومان. اشکان یکی تو بگیر خب خیلی خوب جان، تو سکنج بعد زدی از اونجایی که از غذات لذت بردی و این رستوران امکاناتش زیاد و فوق العاده است و لازمه که ما بگیم که حتما به رستوران تو بیان همه از غذا خوشمزه بخورن. ولی واقعا به رستوران و چون صبح برسد حتما خواهیم گفت چقدر زیباست در جایی زندگی میکنیم که با تمام باورمان که حق قضاوت نداریم میتوانیم مخلصانه به نقد هم بنشینیم و در پایان بگوییم این زیبا نیست هنوز دوست و همسفریم، و یا این همه خاصیت یک سفره ایرانی نیست. سنگ سبوت سفره شام بهانه
واسه یه شادی یا سرور سادگی کو عشق کجا سفره ما ای دوست بیریا زمون بوسه به دست پدر شکر خدا بر زبون سفره دل وا کنیم قصه رو پیدا کنیم عشق و صفا جایم